وزیر دفاع آمریکا میگوید که عربستان سعودی تصمیم به افزایش عملیات نظامی علیه داعش را گرفته است که تشدید عملات هوایی علیه این گروه تروریستی بخشی از آن است. اشتون کارتر همچنین گفت که تقریبا تمامی کشورهای عضو ائتلاف بین المللی برای ایفای نقشی بیشتر در این جنگ یا آماده شده اند و یا در تدارک این آمادگی هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش پیش رو ببینید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که روز پنجشنبه با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی در حاشیه جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل ملاقات کرد گفت ریاض پیشنهاد کرده است نقش بزرگتری در جنگ علیه داعش از جمله تشدید حملات هوایی ایفا کند. سعودی عربیه‌ای دفاع منیستر فور اگزامپل کشورهای متحد ما در خلیج فارس آمادگی خود را برای تشدید عملیات علیه داعش ابراز کردند. وزیر دفاع عربستان سعودی به عنوان نمونه گفته است پادشاهی عربستان سعودی به تعهدات خود در حملات هوایی ائتلاف شدت می‌بخشد و در اشکال دیگری نیز در جنگ زمینی دخالت خواهد کرد که خبر خوشایندی است. ما همچنین درباره همکاری با عربستان سعودی که برای رهبری مجموعی از کشورهای اسلامی در جنگ با افرادگرایی خشونتبار تلاش می‌کند گفتگو کردیم. آقای کارتر گفت عربستان سعودی می‌تواند در آموزش نیروهای امنیتی درگیر در جنگ زمینی کمک کند. آقای کارتر گفت متحدان در ائتلاف به فراخوان آمریکا برای تشدید جنگ علیه داعش پاسخ مثبت داده‌اند. حدود 60% اعضای ائتلاف هم اکنون تصمیم به افزایش نقش خود در عملیات علیه داعش گرفتند. یک سوم دیگر از اعضای ائتلاف نیز در چند روز گذشته متحد شدند که اجازه دخالت بیشتر در این جنگ را از پارلمان‌های خود کسب کنند. در مجموع حدود 90% از کشورهای شرکت کننده در ائتلاف نظامی در چند روز و چند ماه گذشته برای افزایش نقش خود در این جنگ اعلام آمادگی کردند. آمریکا امیدوار است با افزایش نقش کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش عملیات نظامی در سطحی گسترش یابد که به پسگیری شهرهای رقه در سوریه و موصل در عراق بیانجامد. نیما صداقت، صدای آمریکا.